اللهم صل على فاطمة و عبیها و بعلها و بنیها و سر و عدد ما احاط به علموک اعوذ بالله من الشیطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و عدب و احترام دارم خدمت شما و خواهران و خواهران و بزرگوار هسته درزم کنم ایام فاطمیه رو خدمت شما عزیزان انشالله که سالی پرخیر و برکت شروع باشه برای شما بزرگواران و علال خصوص برکت معنوی و نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند متعال رو امسال در پرونده خودمون داشته باشه طبعا در ظهر روز شهادت پیرامون خود از زهر سمال علیه ها قرار بنده دقایقی رو مزاحم شما بزرگواران بشم اما از این جهت که میخوام پیرامون حضرت صحبت بکنم دلم نمیاد بگم مزاحمت گوینده مزاحمه اما صحبت خوبه خدمت شما بزرگواران آرز بشم که یکی از اساسی ترین بحثایی که بنده شاید تا الان داشتم و خیلی تکرار کردم هنوزم سر حرفم هستم اینی که پیرامون شعن و منزلت حضرت زهرا نمیشه صحبت کرد چون خود گوینده هم گیجه نمیدون چه خبر و هرچه شما در روایات میچرخید و میگردید پیرامون شعن حضرت حیرتتون بیشتر میشه یعنی نوعی از جستجوی علمیه که هرچی میگردی و کشف میکنی حیرانتر میشی خود پیامبر میفهم رب زدنی تحیرن خدای حیرت منو بیشتر کن پیامبر خطاب به خدا میفهمم من هر تو رو بیشتر میشناسم حیرونیم بیشتر میشه الله که نام خداوند متعال معانی مختلفی داره برخی میگن یکی از ریشه های اسم الله یکی برخی گفتم برخی میگن یکی از ولهه میاد ولها یعنی واله شدن و شیدا شدن و حیرون شدن خیلی عجیبه الف و لام هم اولش یعنی چی؟ حرف تعریفه یعنی هر چی بیشتر تعریف میشه بیشتر حیرون میشه چه اسم قشنگی بر خودش انتخاب کرد معانی مختلفی داره من از این بود کاردم حضرت زهر و سلام الله علیه ها هم همینطوره یعنی بنده تو این سالهایی که حالا بالاخره خادم این خاندان بودم افتخار میکنم به این هرچی بیشتر گشتم پیرامون شعن حضرت گیجتر شدم خدا رو گواه میگیرم حتی این تا این حد به خدمتون عرض بکنم در مورد ائمه وقتی شما تحقیق میکنی اینطوری نیست اونم حیرونی خاص خودشو داره اما این شکلی نیست چون اصلا ببین جایگاه و مقام میدونی چه امامت پیامبری اما حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیامبر نه امام خب چیکار بکنیم اما از اون طرف امام حسن عسکری میفرماد ما حجت خدا بر مردمیم مادرمون زهرا حجت بر ماست خب یعنی چی یک نفر حجت بر امام باشه نه یه امام بر ماست بر معصومین دیگر بر ائمه دیگر حجت خدا بر اونها باشه آخه اینو من چجوری الان بیام تفسیرش کنم نه من میفهمم چی میگم اون موقع نه شما میفهمید نه شما متوجه میشی به حقیقت دیگه عین این کسی که دارید شما در مورد مزامین آزمون دکترا صحبت بکنی یه نفر که خودش سوادش ابتداییه بخواد برای کسایی که سوادشون راهنمایی صحبت کنه ما چی بگیم ورقه آزمون رو به اون بدونیم و میگیریمش یک اشاراتی داریم تو روایت من میخوام رو همون صحبت کنم و معصومین فرمودن این سیم میکروفونی باشم که بگم آقا این روایت دیگه معصوم فرموده پیرامون شعن نزول سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر این معصوم میفرماد این یعنی فاطمه تو صد سال به این سوره نگاه کنی چی نمیفهمی از شما که این کجاش بزرزه رو رب داره اما وقتی معصوم کدایی میده یه سری چیزای اینطور آشکار میشه آقا امام صادق علیه السلام میفرمان که اللیله فاطمه و قدر الله لیله القدر چه نسبتی رو داره نشون میده فاطمه خدا یعنی یعنی فاطمه تنها واسطه خاص توی این مورد برای خدا الله, و الله. میگه لیله اینجا فاطمه است قدرم خود خداست انا انزلناه فی خب چی رو نازل کرده اون شب میگن قرآن کاملا نازل شد خب تا تای ماجرا رو گرفتی اون شب تمام بایدها ها و نبایدهای های زندگی مخلوق مخلوقی خدا چی میشه؟ بسته میشه شب قدر میگه همه چطوره به واسطه چی؟ نه نو انزل نوفی لعیلت به واسطه فاطمه داره صورت میگیره و در فاطمه صورت میگیره مثلا ذاتش این طوره فمن عرف فاطمه هر کس فاطمه رو شناخ حق معرفتها ها اونطور که باید بشناسدش فقط ادرک لیلت القدر این هم کسی که درک کرده چهو لیلت القدر یعنی اگه لیلت القدر رو میخواد بفهمی باید کیو بشنسی؟ از زهر انما سمیت فاطمه فاطمه اسم گرفت فاطمه لعن برای چی خلق فاطمه عن معرفتها فاطمه یعنی بریدن فاطمه یعنی بریده شده از بدی ها از همه چی اصلا جدا سوای بقیه اصلا فاطمه یعنی سوای چی بقیه تموشه میگه چون بریدن مردم از شناختش بر همین یکی از دلایل نامگذاری نام مبارک از زهر و سلام الله علیه به فاطمه همین و قوله و این صحبت خدا که میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر یعنی و ما ادراک ما فاطمه و شما چه میفهمید فاطمه خدا میگه ها انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر شما چه میفهمید فاطمه من چی ب... چجوری به شما بفهمونم خدا داره میگه نمیفرماید، بداند ما یک چیز در عربی داره میگه یعلم میگوید یعرف یکی دانستن است دیگری چی؟ شناختن اینا از زمین تا با هم فرق داره اسم فلان اینو میدونی آره اسمش رایفیه میشناسیش خیلی بیشتر شد دیگه شناخت اصلا یه چیزی دیگه هست من ما تولم یا عرف امام زمانه میگه من ما تولم یا علم امام زمانه اسمشو میدونم بله نامش مهدیس روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا خب اما میشناسیش نمیگه یه علم یه عرف الله حکم یعنی امام صادق فهم. خیر من الف مؤمنه خیر من الف شهر یعنی بهتر از هزار چی؟ مؤمن و هی ام المؤمنین و اوست به معنی واقعی کلمه کی؟ ام المؤمنین حالا مؤمنین الان ما فکر کردیم مهار داره میگه دیگه حضرت باز میکنه میگه منظور ببینید چیه تنزل الملائکت و روح فیها و الملائکت المؤمنون اون ملائکه گردن کلوفت اونها هم به واسطه زهرا سلام الله علیه که دارن این کارو انجام میدن اینجا رو گوش کن الذین یملکون علم آل محمد اینا میان تا بهره بشن از علم اهل بیت پیغمبر بله ملاکت و ها و روح القدس هی فاطمه میگه این روح القدسی هم که میگه میفرستیم این منظور خوده از زهروس آقا چی شد ما مد... گیج کننده تر شد همینطور میگه اون شب که تمام مقدرات بسته میشه آقا این روح القدس با اون روح القدسی که بر حضرت مریم آمد این اینو چی میشه اینو چی کارش کن میگن جبرئیل بود برخی برخی میگن جبرئیل که روح الامینه که اینجا میگه روح القدس اون روح پاک قدسی یعنی واقعا آدم حیرون میشه دیگه عرض کردم هرچی بیشتر میخونی چون اینا جای دیگه هم قرآن استفاده شده یعنی همینطور آره آقا گیج میشیم به ربهم رب به من کل امر کل امر سلام و نهیه سلام بر او باد هم که معنیس دیگه یه جور خدا استفاده کردی که دو جوره معنا بده حتی مطلع الفجر امام صادق فرمودی یعنی حتی یخ رجل که بله. چون نام خاص امام زمان خاص امام زمان اومده من نمیگم این همون باید بلندشی بذارید بگم حجت خب میگه تا سلام بر اون مطلع فجر یعنی اون روز ظهور یعنی اصلا بین حضر زهر سلام الله علیه و ظهور یک ارتباط هست در شب قدر تمام مقدرات بر امام زمان عرضه میشه درسته؟ امام زمان هر وقت واسطه کی بود؟ در ظرف وجودی حضرت زهرا بر امام زمان ها وقتی امام دیگری مثلا امام حسن عسکری میفرماد او حجت خدا بر ماست میبینیم ا داره معنی میگیره انوار الهی رو به واسطه حضرت زهرا میگیره عجیب واقعا این چه مقامیه امامت نه اما او داره حجت بر امام میشه دیگه چی میخواد باشه تفسیر فرات و کوفی صفحه 581 به جلد 43 صفحه 65 و انها مختلف هم آمده این رو باید جور دیگه آقا وقتی میگه یک شب بهتر از هزار ماهه هزار ماه یعنی چند هزار شب هزار تا سی تا بگیرید سی هزار تازه 24 ساعت میشه روزم داره زب داره دو شست هزار بعد تازه میگه همین یه نه خیر خیر اون من الفش. از اونم بیشتر شست هزار برابر و این میشه میگه ببین عزیزم میخوام بهتون بگم عین سوخت موشک یه شبیه هست به اندازه یا به هزار ماه میشه هشتاد و خورده سال درسته؟ به اندازه یه عمر کامل میتونی بهره ببری توی شب ظرفش یکی به اندازه یه عمر کامل این یه شب این اتفاق میفته آقا یه روزای خاصی از مترو رایگان یه روزای خاص هست فقط همین روزاست میتونی به استفاده بکنی آقا نمیدونم روز تولد تو که این ش... م... اپراتور امرا تلفن امرا اس میده آقا تولد مبارک میتونی 24 ساعت با داخل شبکه صحبت کنی اون روز تولدت بدم چین پوانی رو میده بلا تشبیه مجبورم مثالا رو بزنم میگه یه شبکه خاصه و جالب اینجاست که خود شب قدرم هم چیه؟ همچین گمه مجهول بعضی ها از علما که میدونین کاری کردن که کار پدر جد من و شما هم نیست کل سال احیا گرفتن که شب قدر رو از دست ندن کل سال یک شب نخوابیدن یعنی در نجف میفتن حرم حضرت امیر المومنین کل سال و احیا میگرفتن یه شباید دست نده در مسجد سهله میرفتن همه ایران و خودم برخز علما این کار میکن یعنی ببین آقا چجوریه یه شب عین سوخت موشک پرتابت میکنه خود دانی خداوند متعال میفرماد فاطمه هم شناختی همین اتفاق افتاد. چنان معرفت های کسب میکنی که هزار مؤمن باید دنبال چی؟ بدوان اونم چه هزار مؤمنی؟ بزرگان ملائک دنبالت باید بودن چون خیرم من الف شهر میزنی از اونا جلو مسجود ملائک شد آدم خدا وقت روزی که آدم خلق کرد گفت اسجدو سجده کنید اینا چیکار کردن انقلت آوردن گفتن بابا این آدم خرابکاری میکنه کیار رو میدیدن یزید رو میدیدن شم رو میدیدن گفتن بابا این این آدم خدا میفهمه انی ها من چیزی میدونم مالا شما نمیدونید من کسایی رو دارم میبینم از ذریه همین آدم میان بعد دید اینا همچنین دلشون گیره به حضرت آدم فرمود ان به هم یا آدم به اسماء ها اولا اسمای اونا رو بگو آیه قرآن ها اسمای کیا رو بگو ها اولا برای آدم استفاده میشه زبون عربی برای موجود زی شعور استفاده میشه گو اسماشون رو بگو آیه قرآن اینا تا اسما رو گفت فسجدو همه به خاک افتادن اصلا اینگار اسم رمزی بود تا گفت تمام به خاک افتادن الا ابلیس که میگه این ابلیس هم کان من الکافرین این هم از کافرها بود امروز لو رفت از همون روز الست کینه اینا رو برداشته بود که چرا یک کسی مثل فاطمه چون مقامی باید داشته باشه به معنی واقعی کلمه خلیفت الله باشه این ظرفیت انسان سجده شد که میتونه چی بشه؟ انسانی که میتونه تا مقام اهل بیتی بگید برید بالا خود اهل بیتو نمیگم انسانی که تا مقام اهل بیتی بره بالا سلمان من نه اهل بیت و یه نفر تا دم این مقام بره سقوط کنه بره تو اسفل و سافلین امام زمان بیاد بالا سر جنازش وایس گریه کنه بگه القاتل و مقتول کلاه فن نار و فنار زبیر امیر مومن ها میفرم ما زال از زبیر کان رجولن من نه اهل بیت چیزی نمونده از ما مقام سلمان برسه مقام حضرت سلمان این روایت ها داره میگه از پیامبران هم بالاتره خب حواستون جمع باشه حضرت میفرماد علم اولین و آخرین رو بهش دادن به واسطه کی دادن اصلا چشمه ای که اون چشمه یک که کوسره و بیش از همه تمام اعطا توسط او صورت میگیره کیه؟ اینا عطای ناکل کوسر اصلا من اینجا در مورد شراب های بهشتی صحبت کردم خاطرم هست اونجا اینجا صحبت کردم یه اشاره کوچیکی کنم کوثر فوعل خودش مبالغه خیلی زیاده تو عربی بخوایی چیز خیلی زیاد کنی بر وزن فوعل میبری بعد خود چه ریشه ای رو ببری تو به قولی این سیغه مبالغه ریشه که خودش یعنی زیادی کسره خیلی زیادی رو ببری که کجا تو خیلی مبالغه دیگه از این بیشتر نمیشه مبالغه کرد و خدا که مبالغه نمیکنه در حق مطلب اون میگه جای دیگه قرآن هم کوثر نداری بگرد اگه پیدا کردی برام بیا فما ان نات حنا کل کوثر لربک و برو نم برو عبادت کن نماز بخون پیغمبرم چه چیزی بهت دادن یا همچی کسی به تو عطا کردم نماز بخون فصلی لربک و ان هر قربونی ها باید بکنی میدونی کیو بهت دادم اینجا این اصل مطلب داره آروم آروم جا میفته برای ما این ظرفیت رو وقتی گفت انبیاء یا آدم به اسم آها اولا اسمو بگو گفت اصلا اینا همه به سجده افتادن کان من الکافرین اینا کسایی بودن که چی؟ کافر بودن کافر بودن منتها کفرشون تو دلشون بود لو نرفته بود با سجده بر آدم کفر ابلیس لو رفت چون صحبت سجده بر خود آدم اول بشر که نبود سجده بر آن ظرفیتی بود که از توش علی و فاطمه بیرون حتی برخی از مفسرین شاید یه گیری بدن بگن که آقا اینجا گفته کانه به منی ساره یعنی شد هر چند ما میگیم شرمنده که شما حرف رو دهن خدا داری میذاری خدا خدا بلد نبود بگه ساره شما گفتی کانه یعنی ساره الله اکبر مثل کانه من المغرقین پسر نو با این صحبت میگیم چرا نمیگه کانه کافر کافر چی شد چرا میگه کانه من ال کافرین کسای دیگه هم بگید بودن اون کسا بر مبنای بغض و مخالفتی که تو دل گرفتن خدا دید و خدا اصلا به فرشته ها میگه میگه دارم میبینم یک تومون ده دا تک قایم دارید میکنید سه چیزا رو تو دلتون دارید قایم میکنید اینا رو من رو میکنم نمیذارم این تو بمونه رو میکنم با سجده بر آدم یه کسی مثل ابلیس که از جنیانه لو میره میگه این رو کرد ابا وستک بره باب استفعال یعنی طلب یه چیزی کردن ببین ما یه غرور داریم یه تکبر داریم اینا با هم فرق داره غرور خیلی از من و شما ها داریم اما انشالله متکبر نیستیم غرور یعنی این که من از در میان گفتم اینو دم در بشینم همونجا خازانه بشینم اما تو دلم باشه که جای من اینجا بود من آدم تو دلم این باشه که جای من اینجا بود بذار همونجا بشینم یه فازی هم میگیرم آخ همین چی شد اما همون فازی که دارم میگم خوش همینجا خوبه یعنی چی یعنی جای من بالاست میدونم من اینجا بشینم این غروره اما تکبر که همه حمر بزنم که اینجا باشه بمیش این غرور رو داشت اما دیگه به چی رسید رو کرد رو کرد این ملعون غرور خودش خداوند متعال میفرماد و اذ اخذنا من النبیین ميثاقهم و وقتی ما از پیغمبرا جدا عهدشون گرفتیم یه عهد از همه ماها گرفته خب گوش کن الا سب ربکم قالو بله از همه ما علم اهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا مستقیم یا بنی آدم الان ازتون عهد مگی یک عهد کلی گرفته شده یک عهد گرفته شده از کی از پیامبران آیه قرآن ها من نمیگم باید سوره احزاب آیه هفت باشه حالا برید یه نگاهی بکنید خب و از اخذ نامن النبیین میثاقم ما از پیامبرا یه عهدی باز جدا گرفتیم یکی از کل گرفته باز یکی جداتر بگید بالاتر از کی گرفته از انبیا اینجا رو و میساقه هم تا اینجا تموم شد حالا ادامه شکن و من که و از توی پیامبر خودم من که و من نوح و ابراهیم و موسا و عیسی و مریم باز از شما پنجتا چی؟ و اخذ نامه ها میساقن غلیز از شما یه عهد چی گرفتیم؟ خیلی محکم یعنی اون چیزی که از بقیه انبیا گرفتیم اینجا چی بود؟ چون مرحله سوم آیه ای داریم باز در قرآن که امام کاظم میفرماد این آیه مختص ما 14 فقط از ما عهد خدا گرفته اون دیگه خیلی غلیزن این عهد گرفته شده و بر مبنای اون عهد خدا دیده اینا پایان شما در زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها چه عرضه می دارید میگید یا ممتحنه سلام بر تو ای امتحان شده امتحان الله لذی خلق امتحان کرد اون خدایی که تو رو خلق کرد قبل ان یخلق که قبل از اینکه تو رو چی خلقت کنه چی نتیجه امتحان چی شد این آزمون دکترای خیلی خاص بود اون بالا فقط برای یه عده خاص بود از اول ابتدایی همه اومدن هر چی اومد بالا چی شد ریزش ریزش اینجا شکلش هرمیه ریزش ریزش سطح مختش هم کم میشه تارستون بالا به یه تعداد خاص فوجده که لممتحنکه صابره و چی؟ تو را صبور یافت اینها امتحان جای دیگر پس دادن چی بوده نمیدونم گفتم من ابتداییم برگی دکتر رو بهم بدن چپه میگیرم نمیدونم چی بوده از ابو عبدالله امتحان گرفته شد حالا شما تو زیارت نامه در مورد اهل بیت میگی ما اولیاء شماییم ما دوستای شماییم درست یا نه اینو خیلی استفاده شده اما اینجا یه کلمه میگی تا حساب کار دسته بیاد و زعمنا انا لک اولیا ما گمانمان بر اینه که برای توی حضرت زهرا این زعمنا چی بود اینجا اضافه شد میگه ما فکر میکنیم که الله حاج. یعنی این مقام به این ها قابل دسترسی به این برای امام داریم میگیم چی؟ ما اولیا شماییم مخلصتون هم هستیم اینجا میگیم زعمنا گمان میبریم که ما داریم گمان اون اینه او چیست؟ خداوند به پیامبر فرمود از همسر دوری کن رف به خانه ابو طالب و خانه همسر بزرگوارش حضرت فاطمه بنت اسد چهل روز اونجا اعتکاف کن تنهای تنها باشه از غیر خدا کلا ببر حضرت خدیجه سلام الله علیها این بانوی بزرگ اسلام پیغام فرستاد یا رسول از من خطایی سر زده حضرت فرمود که نه ماجرا یه چیز دیگه است امر امر الهی بعد چهل روز اعتکاف و اون سیبه بهشتی که حضرت خ... تناول فرمودند خدا گفت نطفه فاطمه به تو عطا شد یعنی پیامبر باید ریاضت جسمی بکشه پیامبر نه من تو اعتکاف کنه چون خدا میخواد بهش فاطمه بده خب حالا خدا وکیلی هرچی پیش بری گیچ در نمیشی که او کیست چه مقامی این حضرت داره این که امام حسن عسکری میفرماد او حجت بر ماست نحن حجت الله علی خلق ما حجت خدا بر خلقشیم و فاطمه تو حجت علینا حجت می یعنی چی یعنی دلیل راهنما یعنی واضح‌تر معنیش اینه دیگه حجت خدا بر ماست فاطمه حجت بر امامان آقا امام یعنی چی؟ آخرش آخرش و عجیبه میگه که امام خمینی در بس زهرا گفتن که اگر حضرت زهرا مرد به دنیا می آمد چی می شد؟ پیامبر می شد عزیز من این اهل سنت همه قبول دارن آلوسی که گرایشات وهابی داره او هم میگه قبول دارن که بر حضرت زهرا جبرئیل ناز ملائک می اومدن عین پیامبران باش صحبت راحتی می تشخیص می این صحیفه فاطمی چی شنیدید که در دست مبارک امام زمانه و همینطور نسل به نسل انتقال پیدا کرده از امامان اون مسائلی بوده که تا آخر و زمان فرشته الهی که ظاهرا جبرئیل هست میاد و احادیث تعدادش زیاد داریم و مختلف از امامان مختلف و متفاوت ذکر شده که جبرئیل می آمد و می گفت و به فاطمه گفته می شد علی می نوشت گرفتی چی شد؟ به فاطمه گفته می شد علی می نوشت شما همین حدیث کسایی که من به شما بگم حدیث کسا اگر یک جایی به مشکل خیلی بزرگ خوردید دیگه بنبست بود حدیث کسا بگیرید حل میشه معجزه میکنی معجزه میکنه حدیث کسا اونجا وقتی پیامبر من یه خورده با این کار دارم ببین این عبا رو که انداخ عب... چرا عبا یکم به این فکر کنیم چرا عبا هیچ خودش نمیپرسه که آقا چرا انقدر گیر داده که برن زیر چی؟ آقا زیر یه سخف کسی که تو این خونه می بده شاید من میگم دو تا معنی برداشت میکنم یکی از قرآن یکی غیر قرآن معنای قرآنیش این که میگه آدم وقتی اون ترک اولا رو انجام داد خود ازش چیو گرفت؟ پوشش رو گرفت ست رو ازش گرفت ست رو اینجاست از اهل بیت فاصله گرفت میدونید دیگه تو روایت داریم از این فلسفه وضو گرفتن که چرا با صورت رو بشوری دست رو بشوری پا سر رو مس بکشی دقیقا به خاطر اینکه با شجره طیبه اهل بیت حضرت آدم اونطور که باید تا میکرد تا نکرد چشمش افتاد به اون شجره بدون اون که به مقامش برسه با صورتتو بشور دست راست گرفتم تو اون شجره گفت دستاتو بشور و تو هر بار میخوای نماز بخونی این کارو میکن داره میفهموند باید به واسطه پاکی اونها به من خدا چی مرتبط بشی انما یرید الله لیوزح و عنکم الرج اهل البج و تحرکم تطهیرا پاکی فقط از طریق اوناست یکی ستره حتی جالب بدونه که کسوه در قرآن پنج بار تکرار شده مجزاتش خود کسوه در قرآن پنج بار تکرار شده یعنی فهمون پوشش این وره هیچ جای دیگه نی بشر هم باشی پیغمبر هم باشی به اینا هیچی نیستی روایت داریم میگه اونجا که حضرت یونس خدا انداختش تو شکم ماهی ماجرش شنیدید که اون قومش رو عذاب خواست و تا ابرای عذاب و دید از شهر رفت بیرون خدا گفت برای چی بدونه اجازه ترک کرده قومت قومش توبه کردن تا عذاب رو دیدن خدا اناختش روش کمه نه و میفرماد که اگر از تسبیح کنندگان نمی بود الایام یبعثون تا خود روز قیامت توشی کمه نه اینگرش نگرش حضرت امیر میفرماد او به ولایت من شک کرد ما داریم میگه حلال پیغمبر حلال تا روز قیامت حرامش هم چی حرام تا روز قیامت حضرت یونس گفت من که ولایت رسول الله رو دارم چه نیازی است دوباره چه نیاز است <applause> بیا تو بفهمی نیاز هست یا نیست اونجا میگه چی انی کنت ظالم شما برید تو آیات قرآن ببینید ظالمین خدا ریشه ظلم از کجا استفاده کرده اون جاهایی که انسان ها در مقابل که قرار گرفتن باز هم اهل بیت ریشه ظلم از ایستادگی در مقابل اهل بیت در آیه قرآن ها بقره 124 میفرمود قال که جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال احد الظالمين که کسی امامت جلوش بیست امامت قبول نکنه اهل عهد نباشه عهد امامت بشکنه ظالمه حتی اگه از ذریه تو ابراهیم باشه حتی اگه قریشی باشه قریشی ها چی اولاد حضرت ابراهیم هن. در آن روز علس ادهی عجیب کفران نعمت کردن و نپذیرفتنی بله مون تو دلشون قایم اینا به میزان اون غیز و غلزت اون غیزی که داشتن و غذبی که داشتن و روگردانی که داشتن از غذا در زمان خود اهل به دنیا آمدن تا آنچه که پنهان داشته بودن رو چکار کنن؟ خوب آشکار کنن و اونها کم نذاشتن در حد تمام کمال آشکار کرد و باید تو اون زمان به این یک معنا از کسوه یک معنای دیگر از اون عبا اینه که کیا رفتن زیر عبا پنجتن و بگید جبریل جبریل چی آورد؟ قرآن درسته؟ این هم پنجتن کی؟ اهل بیت خدا گفت همه دین زیر عبای پیغمبره زیر عبای پیغمبر کیه؟ خودشه گفت پیغمبر میخوای؟ ببین زیر عباس خودش وجود پاکش اینا همینا اون قرآن جبریل عامل وحی هم چی؟ اهل بیت وقتی جبریل میخواد معرفیشون کنه چی میگه؟ میگه اینا این پیغمبره و دخترش و فرزندانش و دومادش علی نخیر میگه هم فاطم و ابو مبنا رو کی میذاره جبریل؟ از خیلی عجیبه ها و هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها خب آدم حق داره حیرون بشه یا نشه خواه تو کی هستی که نه پیامبری اما مادر پیامبری این ام الائمه که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه بزرگواران عنایت داشته باشید این ام الائمه نه فقط به معنای مادر یعنی کسی که از او به دنیا آمده اند بلکه چی ام به معنی مادری کردن سرمنشع بودن اگر اینه که تو روایت داریم پا ام ابی های یعنی چی اینجا من دیگه باز دوباره دیگه نمیکشه نمیفهمم ام ابی شش ماه آخر شش ماه آخر پیامبر بلا استثناء تمام نمازهایی که خون میومد بیرون مسجد خونه از زهرا از تعمیر دو تا در داشت دیگه که به داخل مسجدی که بیرون می ایستاد خم شد می السلام علیکم یا اهل بیت النبوه انما يريد الله ليظهر عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم شیش ماه تمام که اینا بفهمن چرا نمیفهمن؟ چون نهایت ظلمن ظلم یعنی چی؟ ظلمت اینا نورن اونا چی؟ تاریکی یوریدون لیطفا و نور الله به افواه اینا رو باش میخواستن نور خدا رو خاموش کنن با فوت کردنش و الله هم متم و نورهی کافرون و کرهل مشرکون تو کافر و مشرک میخوای جلو نور خدا وایستی من این نور رو کثیر قرار دادم تو کی باشی ان نشانه اکه هول ابتر توی ابتر کو دنبالت کجا الان هیچ و این نه فقط نسل و اولاد متحر حضرت زهرا سلام الله علیه که ائمه و نسل و سلسله جلیله سادات هستند آقا بپذیر من سید نیستم ما بپذیری سید رق... یک سر و با بالاترن شما نگاه بکنید الان دنیا رو دست سید هست والا تمام شما سر... اون شما ها اون لیدرا رهبران که از الان جلو کل جریان کفر و تاقد وایستادن نگاه کنیم این سید به نسبت جمعیت نگاه بکنیم این نباید اینجوری باشه چه در لبلان سید حسن نصر الله چه در عراق سادات حکیم سیستانی صدر ها همین الان در یمن این حوسی عبدالملک الهوسی سیده چه در ایران هر دو رهبر رهبران ما چون کسی که انقلاب رو به وجود اون کسی که هنوز علم رو نگه داشته یعنی خدا داره قشنگ میفهمونه میگه من خواستم به آل ابراهیم یه چیزایی بدم به شما هم. هیچ ربطی بگید آیه قرآن به خدا از خودم نمیگم ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله مردم حسودی میکنن که چرا فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و الحکمه و عظیما ملکن عظیمه. میگه مردم حسودی میکنن چشاشون در میاد که چرا به آل ابراهیم این ستا چیز رو دادی چی؟ کتاب پیغمبری حکمت حکیم بودن هر کسی بصیرت و حکمت نداره که مرجع تقلیداش کله پا شدن نداشتیم تا همین انقلاب خودمون و آخر کارچه چه؟ آتینا هم ملک عظیم اون ملک آخر مال ایناست این شجره مبارکه است فرزندان ابراهیم علیه السلام مبارکن به شما هیچ ربطی نداره خدا میکن. به شما هیچ ربطی نداره مبارکن اینها برکت هم رو در اینن در تورات این آیه رو داریم خیلی جالبه ها در تورات باب 21 آیه 17 میگه یول ال... اشمایل سمعتو خواه ابری میگه. میگه در مورد اسمایل تو را شنیدم ابری هم چیز خاصی من اونو تو شاخه اسمایل دادم نه اسحاقت از اونجا پیغمبر به وجود میاد خود اسحاق هم پیغمبره اما نه در مورد کیه؟ و جالب عبارتی که در ات استفاده میکنه در ابری یعنی فقط انما خیلی جالبه فقط در خصوص اسمال یعنی برای هیچ کسی دیگه بگید نیست عربیش میشه چی؟ انما انما یعنی فقط همین و غیر این نیست انما یورید الله انما ولی کم الله به انما ها رو خدا کجا استفاده میکنه گفت سمع فقط در مورد اسمال برختی برکتم رو به این شجره دادم حالا بعضی فهم کنید شجره درخت بود یه برکتم رو ما برختی برکتی برکتم رو فقط به این شجره دادم و شجره مبارکت قرآن یعنی کی؟ نسل ابراهیم علیه السلام حالا یه آیه براتون تفسیر کنم و عرضم رو جمع اگر جای دیگه از بندش شنیدید اینجا یک بار دیگه بشنوید و لذت ببنید. بله سوره قرآن خودش نوره سوره داره نور یا آیه داره نور چی شد نورون الا نورون الا نور الله ها. یکی از عجیب ترین آیات قرآن روایی میخوام براتون تفسیر کنم برای روایت یک بخش هاشم تحقیق خودم بودم به لطف اهل بیت اونا رو هم عرض میکنم که الله ها نور السماوات و, سماوات و خدا نور آسمان ها و زمینه نور رو میتونی ببینی نه نور که دیده نمیشه نور کجا دیده میشه وقتی میتاب روی چیزی الان تو هوا نور رو نمیبینی بعد بخوره به در و دیواری مستنیر مستنیر از همون به زور یعنی نور رو جلوه بش میده میگه مثلا نوری نمیتونی بفهمی باید من مثال برات بزنم باید یه تمثلی بکنه باید یه جلوه ای بکنه تا بتونی نور خدا رو ببینی الله نور خدا نوره اما نمیتونی ببینیش میخواد ببینیش بهت میگم چطور کم اشکات نوری کم اشکات روایات مختلف میفرماد چند مشکات یعنی که فاطمه هی hey, داریم از حضرت زهر و سمال الله رو صحبت کنیم هی hey, هیرون hey, تر میشیم مثل و نورهی که مشکات مشکات یعنی چی؟ فاطمه خب ها در اون مشکات در اون فاطمه چی هست؟ دو بار مصباح اون المصباح دوبار مصباح رو ذکر میکنه یه حسن یه بگید حسین دو تا مصباحین حسنین ببین این چراغدون این چ... اصلا ترجمه رو میخونی گیج میشی خدا نور آسامان ها و زمین است داستان و به چراغدانی ماند که در آن چراغی باشد چراغدان کمشکات که باز اون چراغی باشد و آن چراغ در میان آبگینه ای و آن آبگینه گویی ستاره درخشان این چی نمیفهمی میگم می از گیج کننده ترین آیات قرانه و این هم, هم شده که این سوره نور آیه هم نور توی قرآنی که خودش نوره اما اینجا من برات روایی تفسیر میکنم دوزاری تمچین میفته کیف میکنه میگه مثلا نور هی کمشکار فیها مصباح و نل مصباح در اون دوتا مصباح هن دوتا چراغدون که نور رو متجلی میکنن این شیشه که روی چراغ میذارن دیدی نور رو قشنگ میکنه وقتی یه شعله است چراغ خوب نور رو پخش نمیکنه اون شیشه رو که میذاری نور رو خوب پخش میکنه مصباح اول مصباح فی زجاجه در اون زجاجه یعنی آبگینه بعد این زجاجه رو هم باز میفرماد یعنی فاطمه تا الان دوبار گفت فاطمه بعد میگه چی؟ از زجاجه چه فاطمه ای یه بار میگه زجاجه یه بار گفت مشکات بعد گفت زجاجه بعد میگه چی؟ از زجاجه با الف لا میره لام چه فاطمه ای میخوام براتون تعریف کنم خدا میخواد بگه گوش کنید روزه خدا رو که انها کوکب دری اون تک ستاره درخشنده است کوکب در میدرخشه کی میخواد چلوشو بگیره کی دستش میرسه با فوت کردن بتونه نور ستاره رو خاموش کنه حالا هی فوت کن ببینم میتونی نور ستاره رو بگیری میگه چقدر احمقانه بود کاری که کردن اینا میخواستن نور الله رو خاموش کنن یوریدون لیطف و اطفاء اطفاء حریق ها نور الله به افوان با فوت میخوان نور رو خاموش کنن فکر میکنن آتیش احمقا هم و متم تموم میکنه نور به آخریه چی؟ میرسونه حتی از آمت لعل فجتون روز میرسه همین جام همین آیه رو باست اشاره میکنه مفهوم رو دوریون یک کوکب دوری ستاره درخشان یو قدو این نور گرفته گرما گرفته از کجا؟ من شجرت مبارکه از چی؟ از شجره مبارکه شجره مبارکه گفتیم کی بود؟ نسل ابراهیم میگه اون نسل ابراهیم بود توضیح بهتون دادم این عبارتی که تو تورات استفاده میکنه اینو یادم رفتون بگه میگه ای ابراهیم از طریق همین اسماعیل دوازده تا سانم اشر نسیم دوازده تا امام به وجود میارم این همین هم تو دورات به خدا بعد به این چی میگه؟ میگه یونتاو گدول میگه یک امت عظیم از او به وجود میارم و نسل او رو کثیر میکنم تأکید میکنه خدا میگه نسل رو کثیر میکنم همه منتظر بودن این کسرتی که خدا در نسل ابراهیم قول داده کی میخواد محقق بشه همه منتظر بودن خدا یهوی دهنا رو بست همه منتظر پسری بودن چون توی جامعه ای بودن که مرد سالاری بود خدا چیکار کرد گفت انا عطینا کل نه کسرت بهتون بدم که چه نوع کسرتی دارم میدم کسرتی که تو, با... تو وزن خیلی زیاد خودش رفته چی میشه میگه این از شجره مبارکه میگیره شجره مبارکه زیتونه زیتون یعنی حسین تین یعنی امام حسن و تین و زیتون و تورسین و بلدن روایت داریم جالبه میگه این شجره مبارکی که به فاطمه میرسه از طریق حسین ادامه پیدا میکنه امامان از نسل کیان امام حسین علیه السلام چرا از نسل امام نیست از امام صادق پرسیدن حضرت فرمود الزاما به معنی برتریه چیز نیست دا خدا نسل پیامبر را طریق موسی قرار نداد طریق کی قرار داد هارون آیا هارون مقامش از حضرت موسی بالاتر بود نه حضرت موسی ولایت داره و حضرت هارون نمیشه نتیجه رو گرفت البته خدمتون عرض بکنم از طریق دختری ما طریق که دام پیدا کرد امام حسن دختر امام حسن با پسر امام حسین ازدواج میکنه دختر امام حسن نام مبارکش فاطمه است و کی به دنیا میاد امام بعدی این شجره دوتا شد دوباره یکی شد خدمتون عرض بکنم یوغد من شجرت مبارکه مبارکت زیتونه لا شرقیه یعنی لا مسیحیه این چون مسیحی هم از نسل که هن؟ ابراهیم گفت نه شاخه مسیحیه و غربیه و نه شاخه چی؟ یهودیش منظور ما همین اسلام به واسطه اینا حالا شرقیه لا غربیه را کجا در آوردی تو آرواد داریم لا شرقیه لا مسیحیه و لا غربیه لا یهودیه اما من قرآنیش هم پیدا کردم مسیحیت کی به وجود اومد؟ زمانی که عیسی پیغمبر شد. عیسی کی پیغمبر شد؟ وقتی به دنیا اومد. هم تو به دنیا اومد پیغمبر. کی به دنیا اومد؟ سوره مریم ببین چی میگه؟ میگه مادرش مریم رفت مکانا شرقی یا چی شد؟ رفت مکان شرقی در اونجا عیسی به دنیا پس مسیحیت زاده شد. خیلی جالبه میگه لا شرقی. یهودیت که به وجود اومد؟ وقتی موسی پیغمبر شد. علیه السلام. موسی کی پیغمبر شد؟ رفت توی کوه یه جا دید نور میاد آتیشیه رفت بیاره اونجا این آیه قرآن چیه؟ میگه ای پیغمبر ما تو نبودی وقتی از جانب غربی کوه ما با موسی سخن گفتیم یکی نیه خودش به برسه بابا مسلمون چرا میگه غربی؟ ما چه اهمیتی داره؟ داره؟ جا میذاره برای تفسیر چی؟ این آیه لا غربی میگه این حسینی این شجره بعد چی میشه؟ آها. فکر همجوری میشم یکاد و زی توها یوزی نزدیک یکاد و زی این جان مایهش این روغنش یوزی خودش نور میده خودش صاحب زوه یه سری چیزها هستن خودشون نور میدن یه سری چیزا هستن نورها رو چکار میکنن یکی خورشیده یکی ماه ماه خودش نور ندارن میگه ای خودشون هم همینطور نورن اما اینجا ماجرا خیلی باز میشه و اصلا روزه یه جورایی شروع میشه میگه و لو لم تمسس هن نار اینی که دارم براتون میگم به واسطه آتیش نیست این نورا اینا اصلا میونه ای بی آتش به آن رسیده باشد اینا میونه ای به آتیش ندارن شما این شجره مبارکه بارها با آتش آزموده شده حضرت ابراهیم علیه السلام سرسلسله شجره مبارکه انداختن تو آتش سوخت بردن مثلا هما درست شد گفت آتش به خانه وحی زدن آتش آوردن جلو در خونه رو آتش زد تمام مسائل پیرامون حضرت زهر و سلام الله علیه ها نقل شده جز سوختن دقت کردید حالا برخی از شعرها من دیدم شعر یعنی سندیتی نداره ز... یه زوغیه میگن مثلا از سوختن نقل کردن صحت نداره حضرت زرا سلام الله علیه بنده نیدم هیچ سوختنی در موردش نقل بگید از میونه با آتش ندارن عزیزم اینجا یه کد دیگه هم داره میده آتش جایی که اینا نیست میخوای با آتش میونه نداشته باشی دست بنداز و چنگ بزن به این شجره مبارک جایی که اینا نباشن آروم آروم آتیش میاد هر دورتر باشی حرارت چی میشه بیشتر میشه ولو لم تمس سنار اصلا در تماس با آتش نیستن اینا اصلا با آتش میونه ای ندارن نوران علی نور پشت سر هم از همین طریق زیتونه حسین که گفتیم نور پشت سر هم نور همینطور میاد امام پشت سر چی امام یهد الله لنورهی من یشا و خدا هدایت میکنه با نورش هر کیو بخواد واسطه هدایت امام هست و اینجا گرفتی این امام سرمنشایش کی بود؟ اون مشکات بود میشه حجت بر ائمه این ول... یهد الله منشه رو باید نشته. یعنی اون آخریش که همه منتظرشن او هدایتگر اصلیز و صفتش از هدایت گرفته شده مهدی است ها هدایت میاد دیگه حالا به این آخر آیام تکلیف من شما رو بشم کنم و یزرب الله و الامثال لناس من دارم براتون مثال میزنم درخت و اینجور چیزا میگم و الله خب به کل این علیم من که عالمم به کل دارم مثال میزنم تو بفهمی حالا میدین چند آیه قبلش چی داره میگه خیلی عجیبه ها این سوره یه نفر بخونه میفهمه ماجرا چیه چند آیل قبل ترش داره میگه که اگر میخواید وارد خونه مسلمونی بشید در بزنید کسی از خودش نمیپرسه چرا خدا تو این سوره داره اینجوری میگه ها میگه میخواد وارد خونه مسلمان بشی بی اجازه نرید تو در بزنید این بر شما پسندیده تره که بتون اجازه بده همین تو کلتو بندازی بری توی خونه که اینجوری نمیشه که یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم این شیش هفایه میگه ترش میگه همجی کلتو ننسو خونه که خونه خودت نیست حتی نسو میگه اجازه میگه تو سلمو. ام سلام یعنی چی؟ یعنی امنیت اعلام کن من آمدم امنیت برات بیارم با آتیش نیمدم و نیمدم لگت بزنم در بشکنم ببین یعنی قرآنی دارم برات روزه میخونم دیدی که خود خدا اینجا داره میگه بدون اجازه وارد خونه بگید نشید اما میدینه آیه بعد از آیه نور چیه؟ بلا فاصله گفتم دیگه و به کلش این علیم که تمام میگه فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه خونه های هست که خیلی بزرگن گفت خونه های عادی رو بی اجازه وارد بگید بعد سور آیه نور آورد و گفت یه خونه های هستن خیلی مهمن جالبه بهتون بگم نقل حدیث از خود خلیفه اول کار خدا رو نگاه کنید تو رو خدا ببینید کار به کجا میرسه که میگه پرسید از پیامبر منظور از این خونه ها کیان پیامبر فرمود خانه های انبیا که وحی الهی میاد محل تردد ملائکه میگم با دستش اشاره کرد گفت این خونه چی خونه حضرت امیر و حضرت زهرا حضرت رسول فرمود این توی اون خونه هایی که گفتم خونم این بزرگ اون خونه هاست ببین خدا میخواد حجت تمام کنه درست یا نه به واسطه فاطمه زهرا سلام الله علیها این حجت چی شد تمام شد نمیشد به خدا قسم یک دلیلی میمون یک گافی میمون یک باگی میمون اگر کسی جز فاطمه پشت در میرفت میگه وارد خونای عادی نشید همین تو کلتون رو بندازید برید تو اجازه بگیرید امنیت ببرید سلام کنید اینها قبیله اصلا رو که از اعراب بادی نشین بود ریختن تو شهر اینا هم ریختن چوب و چماق همه چی شکوندن می زدن تو درو مردم رو میکشیدن بیرون کسایی بودن که از اسلام فقط شهادت نشون بودن تربیت نشدن بادی نشین بودن به پیامبرم دسترسی نداشتن اینا رو شیخ عشیره رو دمش رو دید و این مایه مال تو میخوام بیای شلوغش کنی در روایات و در تاریخ اهل سنت داریم به سند صحیح من سه چار جا دیدم تو هر امام و سیاسه ابن قطعیبه دینوری دیدم هم در تاریخ تبری دیدم خب میگه وقتی ریختن اونجا جوری شد که بازارا بسته شد جا نبود پر شد شهر تو همین شلوغی بهترین وقت بود سرسده ها که بالا رفته بود گفتن الان وقتشه از خود خلیفه دوم نقله که میگه وقتی من قبیله اسلم رو دیدم ریخته توی کوچه و بازار فهمیدم پیروزی حتمی از اون قبایل فهمیدم قطعیه نصر عبارت که استفاده نصر میگه قطعا گفتم پیروزی حتمیه اینا گفتن به علی تا بیعت نکرده هیچی چون این خودش چیه؟ م... از کاندیده هاست اصلا اصل اینه ما حالا اومدیم کاندیده هم تراشیدیم تا اون اصلی‌ها رو نظریم فایده نداره که ریختن اما خدا حجت تمام کرد خب پیامبرش هم حجت تمام کرد شش ماه جلو چشای کور شده اینا وایستاده جلو در این خونه خم شده رسول الله تا السلام علیکم یا اهل بیت نبوه حجت از این بیشتر تموم بشه چیکار دیگه باید بکنه پیامبر بعضی میگن پیامبر چی میگم دیگه چیکار کار باید میکرد ریختن اونجا گفتن فاطمه یا آبده خائفه است کسی فاطمه رو ندیده که همش تو عبادت ما اینطور ازش شنیدیم از روایت های خود حضرت زهرا سلام الله علیها است که زن خوب کسی که نه نامحرمی او رو ببینه و او نامحرمی رو ببینه او هم نامحرم که اصلا بعید میدونم زنی بتونه بخش دومش تا بتونه اجرا اولش که هیچ کلی کاره بخش دومش بعید میدونم زنی بتونه اجرا کنه میگه من فاطمه اینطوریام گفتن این که نمیاد خود علی میاد پشت در 6 تا 12 نفر نقل کردن که تو خونه بودن تحسن سیاسی کرده بودن تو ما قبول نداریم این دستگاه سیستمی درست کرد کودتا کردید علی پیامبر اومدن در عجب اون کسی که پشت در اومد صداش کرد اون فرد رو گفتش که میدونی من کی کیم پشت درم من فاطمه ما و. و جالب بدونید ادهی که همراهشون اومده بودن گفتن آی امو داره میگه فاطمه هم. ما رفتیم فهمی چی شد؟ یعنی اسم از زهرا رو شنیدن گفتن ما میریم ما بهمون نیستیم فاطمه است این دیگه برا ما حجت تمام شد علی نیست این قبایل بادیه نشینم کینه داشتن از حضرت امیر چون تو سر اسلام آوردنش تو جنگایی که با پیامبر داشتن اینا در به در دنبال بودن اینا رو هیچ وقت شما نمیفهمید من چی میگم اینا من دارم خوزستان سخنرانی کنم سیستم عشیره ای رو اونا خوب متوجه میشن اونا میفهمن من چی میگم خوزستان که سخنرانی کردم قشن گرفتن تو باید بری با عشیره ها بگردی تا بفهمی اشیره علم عشیره همین الان بعد 1400 سال یعنی چی کوچکترین توهین به علم عشیره خون و خون ریزیه سال 85 مگه نشد جنگی درگیری شد همین توینه و علم یکی از اشیره ها شروع شد یه عشیری به عشیری دیگه علم دیدید یه حتی مسئولی هم میرین علم عشیری میرین تو حالا اونجا اونا رو بفهمی میفهمی علم داری عباس یعنی چی؟ وقتی علم افتاد یعنی چی؟ یعنی چی؟ وقتی علم رو بردن پیش ابن زیاد نگاه کرد به چوبه این علم یعنی چی؟ نمیگیری چی؟ نمیدونی وقتی اون سیستم اشیر شیخ اشیره یه چیزی بگه یعنی چی خب اینا ریختن و یه ادهی که ای بودن و گفتن نه دیگه ما تا اینجاش دیگه بیشتر نمیایم. علی پسر اموهاشون رو کشته بود همین تا الانش هم چه بسا تو خوزستان باشه عزیزان آقا دختری رو میخوان به عقد پسری در بیارن پسر اموش بیاد بگه این دختر مال من تموم ها به هم خورده ازدواج شما نمیده اموزادگی یعنی چی همین الانش هم چه بس هنوز باشه بعد از کلی تغییر که از یک قبیله یک اشیره بودن چه اهمیتی داره اینا هم گفتن احقادم و خیبریتن و هنینیه همه دعواها سر علی بود همه دعوا سر علی ابن عبی طالب اون سال شستوی که هجری هم دعوا سر او بود وقتی اومد گفت میشناسید منو گفت ازت گفت شاید اینا من نمیشناسن من حسینم اینا گفتن خروج گفت من فرزند علی اما انا حسین ابن علی گفتن اه برعکس میدونیم بغزن لعبیک و همه مشکل اون با علی اومدن در خونه علی اما اینجا چه آزمونی میده حضرت زهرا سلام الله علیه چه مقامی داره اما قراره در روی زمین به شکل چی تجلی پیدا کنه به شکل معموم شکل یک معموم یک کسی که امام داره بر خودش اومد پشت در گفت نمیذارم گفت من فاطمه ما اون فرد گفت حتی اگر فاطمه هم تو این خونه باشه تجری خیلی زیاد گفت حتی اگه فاطمه باشی تا همین جا شو اهل سنت به سند صحیح آوردن تا همین جا شد که حتی اگر فاطمه هم میخوای باشی باش فرفسه لغتی زد در به آتش گرفته رو چه فاطمی خدا میخواد مثال بزنه میگه مثل شیشه بود میگه زجاجه آه؟ میگه آبگینه بود نور میداد آخه چطور دلتون اومد یه ستاره رو فرستادیم رو زمین یه ستاره فرستادیم رو زمین چه کردید آه اینجاست عزیز من هم. مصیبت سنگینه فکر همینجوری حمله بابا به پیر پیغمبر یک جا به حضرت امیر گفتن آقا در استان الانبار یک خلخالی از پای پیرزن یهودی کنده شده حضرت امیر میزد به پاش میگفت ای بیداد بی مسلمان از شنیدن این حرف بمیره من او رو آره مرگ بر او رواست پیرزن یهودی آه چطور اومده اینا دست پیرزن بلند کردن اونم پیرزنی که از اقلیت بوده چه علی او علی که همین صحنه ها رو جلو چشه شد یک خدا میگه یه شیشه بود بین شما چه کردید باش شیشه بود که از غذا بار شیشه هم داشت یه زن بارداری داره میره تو کوچه که میخواد بره نزدیکانش بهش میگن میخوای بری تو خونه مراقب باش میخوای بری تو کوچه مراقب باش بار شیشه داری با کوچکترین چیزی خدای نکرده ممکنه یه صدای زیادی ها آره آره فهم. یه وقت مثلا خدای نکرده سخت جنین نکنی چه فاطمه میگه من کاری نکردم برای امام زمانم برای علی خیلی حرفه که توی خونه زن و شوهر زن از شوهرش رو بگیره خدا اینا همش معنی داره خجالت میکشه میگه خب زشته ببین الان صورت من, من کبوه که کاری نکردم اون پیرهن وقتی آورد چه خباس قومی میگه برای امام حسین ببنده این پیراهن ها بالای شونش دوتا نخ داشت که گره میزدی بند میشد این دست رو آورد بالا اون یکی نمیومد که اون طرف سر گره رو بگیر اینا رو حضرت امیر متوجه نشد کی متوجه شد آن شب اصلا فاطمه ای که لیلت القدره لیلت القدره تو شبم باید آره به خاک سپرده بشه او سره اون راز خداست بعد زیر پیراهن همینطور داشت قسل میداد متوجه ورمهایی شد آره اونجا شروع که گریه کردن است گفت برای چی گریه میکنی آقا جان شما خودت فرمودی ما گریه نکنیم بچه هم گریه نکنن گفت نه آقا داستان فرق کن عبارتی که استفاده میکنه برای حضرت زهرا سلام الله علیها عجیبه حضرت امیر میفرماد یا رسول الله امانتی رو دارم پس بدم <تصفح> امانتی رو میخوام پس بدم اینجاش خیلی عجیب میگه استخبر حل این فاطمه به من چیزی نگفت چون میگه ما کاری برای امام زمانو در راه خدا حالا یه اتفاقی هم افتاد این چیزی نیستش که حتی اگر فاطمه این فاطمه ای که من علی میشناسم آن دنیا به تو هم نمیگوید استخبر حل به زور ازش خبر بکش استخبارات یعنی چه تو دو زبان عربی به زور حرف کشید بگه بازجوییش کن فه فه سوال سوال پیچش کن و بگو امتت بپرس چه کردن با او عبارتی که استفاده میکنه جمله آخرم باشه خیلی سنگینه اینا عبارت عربیش اگه عربی بفهمه آدم میمیره خودش میگه این امت جمع شدن لحزمه ها میگه امت ها ای را حزمش کنه لحش کنه سیعلم و لذین سلام و من پروردگارا ما از تو درخواست آجزانه داریم که ظهور منتقم فاطمه و آل فاطمه را هرچ زودتر برسانیم به برکت سه سلوات بر محمد و آل محمد